سلام به همه شما همراهان هویجی عزیز، در خدمتتون هستیم و با یکی دیگه از ویدیوهای هویج. 25 حیوان خیلی کنجکاو و فضول. میدونستین که حیوانات موجودات خیلی فضول و کنجکاوی هن؟ ویدیوی امروز این قضیه رو بهتون ثابت میکنه. حیوانایی داریم که جاسوس همدیگن و بعضیاشون از روی کنجکاوی کارهای احمقانه انجام میدن و هزینه سنگینی بابتش میپردازن. حتما تو ادامه این ویدیو با ما همراه باشین، اما قبلش یادتون نره که کانال یوتیوبی ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو فشار بدین تا از ویدیوهای ما با اطلاع بشین. شماره 1. بعضی وقتا هم کنجکاوی خیلی چیز خوبیه. مهم اینه که راه رو درست بریم. نوابغ میگن که کنجکاوی کلید اکتشافات و این گوسفند هم این موضوع رو تایید میکنه. شماره 2. تو یک باغ وحش همه جور موجودی از شیر گرفته تا فیل و زرافه زندگی میکنن، ولی یهو سر و کله یک موجود کوچیک عجیب و غریب پیدا میشه. حیوانا دورش جمع میشن تا بفهمن اون چه موجودیه، اما همونطور که میبینی اونا خیلی گیج شدن. هرچند به نظر میرسه وزغ هم برای این میمونا جالبه که میپره و غرغر میکنه. شماره 3. کین کاجو یا خرس دم حلقه‌ای حیوان بامزه آمریکای جنوبی و مرکزیه. اون خیلی موجود توداریه و به ندرت با مردم روبرو میشه، اما اگه این اتفاق بیفته کاملا این رفتارش یادش میره. شماره 4. بعضی حیوانا کاملا از حریم شخصی بیخبرن و نمیشه از دستشون تو آرامش یه حموم آفتاب گرفت. شماره 5. اگه هنوز حدس نزدین کی داره از این صحنه فیلم میگیره، یه نگاهی به این دوستمون بندازین. اون دوربینی رو تو باغ وحش نصب شده بود رو گرفته و داره ژست خوبی برای سلفی گرفتن انتخاب میکنه. این گوریل آخرش یه فیلم مستند کامل ساخت که دندوناش و خانوادش رو نشون میداد و چیزی از خودش به یادگار گذاشت که باحالتر از فیلم های نشنال جیوگرافی شد. شماره 6. هرچی باشه گربه های بزرگ باز هم گربه هم. در حالی که گربه های خونگی سعی میکنن بفهمن ربات جاروبرقی چه موجودیه، گربه های وحشی مثل یوز پلنگا با ربات های بزرگتری سر و کار دارن. باغ وحش سیدنی تصمیم گرفته بود تا محیط حیوانا رو با کمک خودشون بهتر کنه و این شد نتیجهش. معلوم شد که این شکارچی قوی خیلی شجاع نیست. البته باید اعتراف کنیم این ربات دینامیک بوستون هم یکم وحشتناک به نظر میرسه. شماره 7. این ماهی تصمیم گرفته بفهمه کی اونقدر ماهرانه اونجا مخفی شده، ولی کار دست خودش میده. اختاپوس مثل یک آدم مشت میزنه. ببینین چطور با اونایی که اون اطراف دنبال غذان برخورد میکنه. شماره 8. این ویدیو هم کنجکاوی گربه ها وقتی که یک گجت جدید میبینن و نشون میده که خیلی خیلی بامزه است. شماره 9. چنین چیزی رو نمیشه تو خانواده دید و این صحنه هیجان انگیزیه، اما این دوستمون طرف بعدی رو برای مبارزه انتخاب کرده. شماره 10. بعضی وقتا فقط دلمون میخواد از پنجره بیرون رو نگاه کنیم تا ببینیم کی تو خیابون سر و صدا میکنه، ولی خب همه چی برای گربه خوب پیش نرفت و این اتفاق واسش افتاد. شماره 11. کل محله میتونن صدای دعوای همسایه ها رو بشنون و حتی یه سگ هم نمیتونه جلوی فضولیش رو بگیره. شماره 12. اینم کنجکاوی اسب آبی رو نشون میده که میتونه به راحتی به یک کروکودیل نزدیک بشه و دمش رو بگیره. با اینکه هنوز بچه است، وقتی فضولیش گل میکنه خیالش راحته که پدر مادرش پشتشن و از چیزی هم نمیترسه. شماره 13.
هر کی خیلی فضول باشه دیر یا زود تو موقعیت ضایعی گیر میکنه. این سگ تصمیم داره از تو سوراخ دیوار ببینه اون طرف چه خبره، ولی انگار یکی هم داره از اون طرف بهش نگاه میکنه. خب تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. حتما یادتون نره که نظرات خودتون رو تو قسمت کامنت این ویدیو با ما به اشتراک بگذارید و تو ادامه این ویدیو با هویج همراه باشید. شماره 14. موجوداتی هستن که همیشه فضولیشون بر ترسشون غلبه میکنه و کارای احمقانه میکنن، درست مثل این گربه. شماره 15. هر کی این استخر بزرگ توپو ببینه که یهو جلوی خونش ظاهر شده هیجان زده میشه، اما هیچکس به اندازه این میرکتها شگفت زده نمیشه. شماره 16. یه چیزی که شبیه یه استخونه معلوم میشه که زنده است و چنگک داره. سگ از دیدن چنین موجود مرموزی حسابی هیجان زده شده. ببینین که خرچنگم نمیترسه و سر جای خودش میمونه. شماره 17. این دوستمون یکی از اونایی نیست که دوست دارن سر به سرشون گذاشته باشه. باید به گربه هشدار بدیم که با بد کسی طرف شد. شماره 18. مهم نیست که چه جور طعمه جذابی لابلای این بوته ها پنهون شده باشه، بالاخره اون بازم یه طعمه است. شماره 19. اینم یه ویدیو از لحظه‌ای که بالاخره این حیوان یه اسباب بازی سرگرم کننده ولی پر سر و صدا پیدا می‌کنه. شماره 20. در اینجا کنجکاوی میرکت‌ها قابل توجهه. ببینید چه جوری با تعجب این حیوان رو دنبال می‌کنن. شماره 21. این حیوان همدیگر خوب میشناسن. هممون تقریبا هر روز سگا رو میبینیم، اما امکان نداره وقتی یه حیوان ناز رو ببینیم نوازشش نکنیم. شماره 22. آماده باشین تا شاهد سقوط یک پهپاد کنار مرتع باشین. احتمالاً این گاوها با حس بویاییشون پیداش کردن و دورش جمع شدن که ببینن این دیگه چه موجودیه که اینجا افتاده. شماره 23. باید اعتراف کنیم که نمیشه چشم از این گورکن بامزه برداشت. موهاش و راه رفتنش خیلی خنده داره. عجیب نیست که هر جا میره سمورا دنبالش راه میرن. شماره 24. تو خیلی از باغ وحش‌های بزرگ سرپرستای باغ وحش سعی میکنن روش‌های جدیدی رو برای بهتر کردن محیط حیوانا پیدا کنن. مثلا در تورنتو به این مرغ عجیب اجازه دادن که به یک مغازه اسباب بازی فروشی بره. اونا حتی یه هدیه براش آماده کردن، هرچند انگار پرنده بیشتر به کاغذهای جعبه علاقه نشون داده، ولی خب مهمترین چیز تو چنین تجربه های احساسات جدید حیوان بود. شماره 25. این یکی از عجیبترین صحنه ها برای بیشتر حیوان هاست. حتی حیوان های باهوشی مثل فیل ها اولش از موجود غریبه دعوت میکنن باشون بازی کنن. بعد آینه رو از هر طرف بررسی میکنن اما هنوز نفهمیدن قضیه چیه. اما شیرها، این یکی فوراً متوجه میشه یه چیزی این وسط درست نیست. آخرش تعطوی قضیه رو در میاره. شامپانزه ها که قوم و خویش نزدیکمون به حساب میان تقریبا همون کاری رو میکنن که ما صبح جلوی آینه دستشویی میکنیم. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو تو انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و به دیگران بگید.
اشتراک بذارید. هویج هواتون رو داره.